بلیط زیاد میبره. سلام، من آرش صبحانی هستم. خوش اومدین به برنامه آنتن به تهیه کننده سامان اربابی که اونجا تو اتاق فرمان مشغوله و بقیه بچه تیم آنتن که اونها اونجا مشغوله. در برنامه این هفته آنتن، خطوط قرمز، بقیه آزادی های یواشکی زنان با مسیح علی نژاد، هشتگ و اکنون از استودیوی صدای آمریکا در نیویورک این برنامه آنتنه. اصباحی از زیبا کنایه به حسن روحانی گفت این گونه نیست کسی 500,000 رای بیشتر آورد خیال کند مالک کشور است. ابدا این گونه است که یک دونه رای نیاورد و راستی راستی مالک کشور باشد. بطل‌الله زاده گفت بی پولی ما را کچل کرد. گوشانیان هم گفت آدم از پولداری زندان بیفته ولی کچل نشه. نماینده مشهد گفت توسعه فیبرهای نوری نوکری اجانب است. لوله کشی فاضلاب هم توطئه صهیونیست است. جانشین فرمانده ناجا گفت پخش فوتبال جام جهانی به صورت مختلط ممنوع است. گل زدن جلوی نامحرمش گل داره، آفساید در کنار بانوان منع شرعی داره، پنالتی با طرح امنیت اجتماعی منافات داره، یعنی چی؟ و ایران پیشتاز نابودی جنگل‌ها در دنیاست. ما رکورد زدیم، ما رکورد زدیم. این هفته هفته زد و خورد فرهنگی بود. شاید اتفاقات این هفته به نوعی تمام گرایش‌های فرهنگی حاضر در جامعه ایران رو از سایه بیرون آورد. اجازه بدید با حضور لیلا حاتمی در جشنواره کن شروع کنیم. devant nos caméras Audrey Totou. لیلا حاتمی بازیگر توانای سینمای ایران به عنوان داور جشنواره بسیار معتبر کن دعوت میشه به این جشنواره. تا اینجا هیچ واکنشی از سوی رسانه‌های افراطی درون حکومت نمی‌بینیم. در مراسم فرش قرمز اما اتفاقی میفته که بسیار بحث برانگیز میشه. ژیل ژاکوب رئیس جشنواره کن در سلام و احوال پرسی با لیلا حاتمی به رسم معمول با ایشون روبوسی میکنه. این اتفاق انقدر سر و صدا میکنه که صدا و سیما و وزارت ارشاد وارد میشن و تنها معاون وزیری که دو تا نام فامیل داره در این مورد میاد مصاحبه میکنه. وزارت ارشاد رفتارهای خلاف هنجارهای قانونی و مغایر با شونات اسلامی برخی از بازیگرها رو تایید نمیکنه. معاون وزیر ارشاد با اظهار تاسف از رفتار خلاف هنجار قانونی و اعتقادی یکی از بازیگرها در جشنواره کن فرانسه گفت این رفتارها حتی اگر از روی اشتباه هم باشه قابل قبول نیست. ما از رفتارهای نامناسب و اقداماتی که مغایر با شونات فرهنگی ما هست و در چارچوب اون اعتقادات ما نیست از کسی سر بزنه و اینو بدونن که حضور اونها به عنوان ایرانی باید جلوه‌ای از یک ایرانی اصیل برخوردار از فرهنگ اسلام ایرانی باشه و در فضاهای قرار نگیرن که باعث کاهششون اعتبار خودشون بشه. برای تحلیل اتفاقات هفته اخیر از کارشناس خطوط قرمز نظام دعوت کردیم تا مهمان برنامه ما باشن. آیا واقعا این احوال پرسی معمولی اینقدر مهمه که معاون وزیر ارشاد بیاد مصاحبه کنه، در موردش صحبت کنه؟ با تشکر از برنامه خوبتون، همچنین همکاران زحمتکشتون، من جا داره قبل از هر چیز عرض سلام و ادبی بکنم به همه بینندگانی که برنامه رو ملاحظه میکنن، به همه هموطنان خوبم، ایرانیان مقیم خارج و ایرانیان مقیم ایران. خب حالا نظرتون در مورد این احوال پرسی چیه؟ ببینید، سخنور گنجه میفرماید نشاط می قرمزی ساختند و بساطی هم از قرمز انداختند. بله، ببینید، ما در ادبیات خودمون هم داریم، جامعه ما یک سری خطوط قرمزی داره که از هنرمندای خودش، از فوتبالیستای خودش، ورزشکارای خودش به هر صورت توقع داره اون خطوط رو رعایت کنن و نذارن در این بحث اختلاف فرهنگی ما زیر فرهنگای دیگه زیر دست باشیم به قول معروف.
ببینید شما این حرفا رو میزنید در مورد خطوط قرمز و اینا، ولی وقتی که آقای اون دیپلمات مثلا میره توی برزیل اختلاف فرهنگیشو نشونه اون دختر بچه‌ها میده، یا آقای احمدی نژاد میره تو مراسم ختم آقای چاوز و مادر ایشونو میره بغل میکنه، منظورم اینه که تو این موارد این آقای احمدی نژاد و اون دیپلمات هستن که شروع کننده هستن، در صورتی که در این مورد خاص آقای ژیل ژاکوب اومده طرف ببینید خطوط قرمز فقط مختص جامعه ما نیست، تو خود غرب هم دارن. شما تشریف ببرید اونجا توی هلند آمستردام دارن، رد دیستریکت دارن. به هر صورت البته عبور همه جا هم بد نیست، ما در عرف جامعه خودمون به اصطلاح یک سری خطوطی داریم که خطوط زرد هستن، که مثل خطوط ویژه هستن که ماشین‌های ویژه اجازه تردد دارن از اونها و میتونن عبور کنن. ببینید وقتی که مثلا شما از این صحبت رو میکنید، ولی واقعا چی توقع داشتین شما از خانم حاتمی وقتی که اون آقا اومده طرف ایشون؟ ببینید وقتی که دیپلمات‌های خارجی میان اینجا وقتی خانم هستن، شما مجبورش میکنید روسری سرشون کنن، چون میگید عرف جامعه است اینجا. وقتی که اون از اینجا خانم‌ها میرن اونور، خب این عرف جامعه اونجاست، چطور اونجا کسی توی این مسئله چیزی نمیگه، وزیر ارشاد هم ورود نمیکنه؟ خب ببینید ایشون به اصطلاح میتونستن بهتر عمل کنن، من هم خطوط قرمز رو میتونستن رعایت کنن، هم از خطوط قرمز رد نشن، هم احترام اونها رو حفظ کنن، به هر حال میتونستن مدیریت کنن. به نوعی دورتر از جلوی دوربین این اتفاق ها میافتاد. مثلا دواشکی منظورتونه؟ احسنت دیسکریت. به هر صورت اونها خودشون هم تو فرهنگشون دارن. مولای رومی میفرماید که تا یواش و مرکب سلطان شوید. از این موضوع بگذاریم، تو همین هفته فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اومده توی تلویزیون و دستگیری 4 تا جوونی که اومدن رقصیدن و اینجوری توضیح میده، با هم ببینیم. ظرف 2 ساعت شناسایی شدن و بعد از 6 ساعت همگی دستگیر شدن. زمان و سرعت عمل پلیس در رابطه با کشف و شناسایی افراد بسیار سریع و خیلی کم بود و این کار انجام گرفت. قطعا ما این افراد رو شناسایی میکنیم و باهاشون برخورد میکنیم. ببینید اقتدار نظام خط قرمز ماست، همه دنیا باید اینو ببینن. امنیت نظام ما با کسی شوخی نداریم. شما از وضعیت و رتبه ایران در زمینه اعتیاد و جرم دیگه اطلاع دارید دیگه، کیف زنی شده دیگه در واقع پس زمینه همه مناظر شهری ما، نمیدونم از اختلاس و چک بی محل و اینا دیگه من چیزی نمیگم. مرزبانای ما رو میان دم مرز میدوزن میرن. واقعا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ کار دیگه نداشت که بیاد در موردش صحبت کنه؟ تو همه شهرهای دنیا از ریو تا بیروت جوونا اومدن با این آهنگ برنامه اجرا کردن. دقیقاً این نشون میده که اقتدار نظام ما، ببینید الان من اجازه بدید برگردم به عقب. ببینید دشمن از این حربه هپی داره به ما حمله میکنه، از این حربه استفاده کرده و داره حمله میکنه. ما توی فرهنگ خودمون چیزی به این اسم نداریم، چیزی به اسم هپی، واژه‌ای به اسم هپی نداریم. شما برید کتاب‌ها رو بخونید، ما چنین مفهومی نداریم، ولی اونها میان یک چنین مفهومی رو طراحی میکنن تو اتاق فکر خودشون، به دنیا حمله میکنن و به قول شما در راستای همون اهدافی که بنده عرض کردم خدمتتون، به قول شما همه دنیا هم تسلیم میشن، تو دام میافتن، جوانای همه دنیا تو دام میافتن. تنها نیروی انتظامی که میتونه در عرض 8 ساعت اینها رو شناسایی کنه، دستگیر کنه، عرض کنم خدمت شما که تخلیه اطلاعاتی بکنه، نیروی انتظامی ماست و این نشون دهنده اقتدار ماست که ما کجا هستیم، اونها چی فکر میکنن. ببینید صحبت اینه که این بازداشت مبنای حقوقی نداشت، اگه مبنای حقوقی داشت پس چرا 24 ساعت بعد این جوانا رو آزاد کردن؟ خب ببینید بیدل دهلوی میفرماید که با غمت شادی جهان هوس است، شادی من همین غم تو بس است. اون وقت یعنی در واقع در آینده بعد شاهد دستگیری مثلا چنین افرادی هم باشیم. انشالله میفرماید رو توکل کن توکل بهتر است. با تشکر از شما. متشکرم. جریان هشتگ چی الان ایران گنده شده؟
ببین 12 جور تگ مختلف تقریبا داریم حدودن توی شبکه‌های اجتماعی هشتگ میکشه. هشتگ مال ایرانه چون هشتگیه؟ هشتمین تگه؟ نه هشت تگ نیست، هشتگ اون شکلی است که بیزار جلوی یه لغت یا یه عبارت یا یه واژه‌ای آبی میشه، بقیه ملت میتونن برن دنبالش کنن، پیداش کنن، در موردش حرف بزنن. مثلا مثل چی؟ هشتگ مثلا من هشتگ دیشب، هشتگ خیلی مشروب خوردم، هشتگ تو مستره تو، هشتگ کلی تگری زدم، چه گفت؟ هشتگ تو بودی؟ هشتگ مستره گرفت، هشتگ فنا، هشتگ یه چیز خیلی باحال. هشتگ میخوای بهت بگم؟ نمیخوای هشتگ به صدای اپرای شغلت که هشتگ آواز بخونی؟ هشتگ WTF، هشتگ اگه میخواستم هشتگ بنوازم که میگفتم هشتگ کپتره کتر، هشتگ هشتگ وای وای، هشتگ آخ، هشتگ گوشم، هشتگ 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 چی شد اون وقت مثلا؟ هشتگ واه واه، هشتگ آمریکا، هشتگ واه واه، هشتگ انگلیس، هشتگ واه واه، هشتگ اسرائیل، هشتگ خیلی بال بول، هشتگ مشتی، هشتگ معظم الله، هشتگ این هفته غیر از هشتگ افزایش جمعیت، هشتگ دیگه چی گفته؟ هشتگ امید مستضعفان جهان، هشتگ احتمالاً باز گفته، هشتگ ما رو گول زدی، هشتگ خداوند، هشتگ ان شاء الله، هشتگ همه ما رو هشتگ آدم کنه، هشتگ الهیام. آرش جان سلام عرض میکنم خدمت شما و همیهنان عزیزم در اقصی نقاط دنیا. ممنونم از دعوتت. این هفته میپردازیم به اولین حضور تیم ملی ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین. زاگالو وقتی که راهی ایران بودی، زاگالو بی خودی نبود، هراسان بودی زاگالو. اون زمان ها مثل الان 32 تا تیم به جام جهانی نمی‌رفت و فقط 16 تا تیم رو انتخاب می‌کردن. ایران موفق شد بدون شکست خودش رو به جام جهانی برسونه. چه تیم قدری داشتیم، فقط جای پرویز قلیچخانی خالی بود توی اون تیم. همه انتظار داشتن که ما بریم اونجا و فقط خودی نشون بدیم و برگردیم. کسی انتظار نداشت که ما بتونیم امتیاز هم بگیریم. تیم اسکاتلند در بازی دوم ما، همون تیمی که در بازی اول تونسته بود که نایب قهرمان جام جهانی سال 78 هلند رو شکست بده، در مقابل ما قرار گرفت با کنی دالگلیش و یکی از قدرترین تیم‌های تاریخ فوتبال اسکاتلند. ایران موفق شد با گل ایرج دانایفر بازی رو به مساوی بکشونه. فوتبال جهان زاگالو دیدی خوردی از ایران زاگالو. اسکاتلندیا نتونستن حتی به دور دوم راه پیدا کنن. ما در بازی اولمون هم با هلند خوب بازی کردیم. در بازی سوممون هم با پرو حسن روشن موفق شد که گل بزنه. من از اینجا میخوام دست حشمت مهاجرانی و بازیکنان قدیم تیم ملی رو ببوسم. یاد ناصر حجازی گرامی باد. تو برزیل مرد میدان بودی زاگالو. بار بعد صحبت میکنیم در مورد جام جهانی فرانسه که دومین حضور ما در جام جهانی ها بود و برای تیم ملیمون از همین الان آرزو موفقیت میکنم. باز هم ممنونم ازت. سلام عرض میکنم، من آندرانیک اسکندریان هستم. میخواستم به تیم ملی ایران و تمام ملت ایران تبریک بگم و آرزوی موفقیت تیم ملی ایران را در جام جهانی خواست دارم. موفق باشید، ان شاء الله به خوشی و سلامتی. خیلی ممنون. به قسمت خبرساز برنامه میریم با مسیح علی نژاد. مسیح چطوری؟ سلام، سعی میکنم که خوب باشم. مسیح، من توی پیغامایی که برات میفرستم تو صفحه منتشر کردم دیدم که تهدید به مرگم شدی از طرف ایران. یکی میخواستم در مورد این قضیه صحبت کنی، اصلا داستانش چی بوده؟ و آرش، روزنامه‌نگارای ایرانی عادت دارن به تهدید شدن و خیلی هم جدی نمیگیرن، چون فکر میکنن که اگر کسی شجاع باشه عمل میکنه دیگه، تهدید نمیکنه. منم خیلی جدی نگرفتم، حالا یکی دو تا عکسشو فرستادم که شما هم ببینین که واقعا جدی نیست. و با ولی پلیس فتا که مثلا میره رو فیسبوک مثلا به خاطر یه کامنت یه نفر دستگیر میکنه، اگه یه نفر یکی دیگه رو تهدید به مرگ کنه روی صفحه
فیسبوک نمیتونه بره اون آدمو، این جرم نیست. توی خبرگزاری تسنیم که رسمی هست فعال فرهنگی میاد و رسما تهدید میکنه، حالا به اسم مقاله علمی عنوان میکنه و میگه که اگر زنی حجابش رو بدون اجازه مرد وقتی برمی‌داره و بدنش رو نشون میده، اون مردم لازم نیست که اجازه بگیره برای اینکه بهش تجاوز بکنه. واسه کلمه تجاوز میگه معنی پیدا نمیکنه، این هم تهدیده. اگر پلیس فتا میخواست برخورد بکنه، اولین کسی که باید باش برخورد میکرد آقای شریفی بود که در واقع پلیس فتا که هیچی. من این که تو داری صحبت میکنی در مورد مقاله‌ای که آقای هادی شریفی نامی مومن فعال فرهنگی توی خبرگزاری تسنیم نوشته، من اصلا سر در نمیارم. حق التزاز مرد در قبال عریانی زن یعنی چی؟ یعنی اینکه مرد میتونه لذت ببره اگر یک زنی عریان بود، چون از دیدگاه ایشون، البته خود آقای مطهری هم این رو گفته، تاکید میکنن اینا که اگر زنی حجاب نداره مرد رو تحریک میکنه، یا باید یک جایی باشه که مرد بتونه بره خودش تخلیه بکنه، یا اگر جایی نبود اون مرد دیگه اجازه نباید بگیره و میتونه به اون زن تجاوز بکنه. واقعا یک کسی که همچین منطقی داره جایگاهش این هست که مشاور فرهنگی باشه؟ من متوجه نمیشم این قضیه رو، یعنی مشکل از اینجاها نیست؟ خب همین، من میخوام بگم آقای شریفی به عنوان فعال فرهنگی معرفی میشه، در حالی که خب خیلی از کسانی که واقعا فعال فرهنگی هستن یا بازداشت شدن یا ممنول کار هستن، یا هنرمندای جوونی که توی ایران اصلا اجازه این که قلم بزنن یا اینکه کار هنری بکنن رو ندارن، اصلا کار فرهنگی بهشون مجوز داده نمیشه، ممنول کار هستن، مثل حسین زمان که خواننده است اصلا نمیتونه توی ایران بخونه، مثل آریا رامنژاد و خیلی از آدمای دیگه. اما یه کسی مثل ایشون میشه کارشناس فرهنگی و میاد نظر میده، یا کسی مثل آقای مطهری که به هر حال کارشناس مقابله با مسائل فرهنگی، بله، یا آقای مطهری که به هر حال نماینده مجلس هستن و این اصل رو پذیرفتن که میگن اگر زنی حجاب نداشته باشه مرد رو تحریک میکنه. باید حالا خیلی هم میگن این حرف ایشون درسته که آقای مطهری میگه یک جایی باید باشه که این مردا برن خودشون تخلیه بکنن، و در واقع میخوام بگم که بحث حجاب زن که یک موضوع شخصی و انتخاب اون زن هست رو وصلش میکنن به اینکه چون مرد نمیتونه خودش رو کنترل بکنه پس ما این که تعیین میکنیم این زن باید حجاب داشته باشه. آره، بعد حالا برگردیم به این صفحه آزادی های یواشکی، روزی چند تا عکس دودن میگیره؟ من میخوام ببینم که این به قول معروف، به قول آقای محسن رضایی، این سیاست بهمنی داره کار میکنه، مثل که داره بزرگتر میشه این گلوله و از جای مختلفتری، از جای دورتری، از رده های سنی متنوعتری دارن عکس میفرستن برای. درست میگم؟ درست میگی آرش. ببین من واقعا خیلی صادقانه بخوام بگم خیلی وقتا نگرانم، چون که من روزنامه‌نگارم، بعد دونه دونه عکس‌ها رو چک بکنم که ببینم، به قول اینجا میرم دابل چک میکنم، میرم بهشون میگم که این عکس قرار توی صفحه‌ای کار بشه که خیلی رسانه‌ها به این صفحه نگاه میکنن، شما مطمئنی میخوای منتشر بکنی؟ خب برای همین طول میکشه که عکس رو من روزانه منتشر بکنم، ولی عکس‌های خیلی زیادی دستم رسیده. به همون اندازه هم بعد، یعنی واقعا سوی دیگه ماجرا رو هم بگم که زنایی هم پیوستن به این کمپین که با حجابن، یعنی روسری سرشون کردن و اومده نوشته که من خودم به حجاب اعتقاد دارم اما از حجاب اجباری متنفرم، یا مردای اومدن تو این صفحه که در واقع کنار همسرانشون هستن و حامی اونها شدن. من الان دور و بر دارم میبینم خیلی در مورد حجاب حرف زده شد، در حالی که سالهاست که همیشه میگن وقتش نیست، اصلا راجع به این موضوع کسی حرفی نمیزنه. خیلی ها هم دارن این بحث رو مطرح میکنن که خب ممکنه که این باعث بشه اقتدارگراها فشار بیارن به دولت روحانی که نتونه کاری بکنه. همیشه همین حرف بوده، یعنی هیچ وقت اجازه ندادن زنان راجع به یه دغدغه‌ای که واسه شون بخشی از زنا واقعا مهم هست حرف بزنن. چرا؟ چون میگن ممکنه که مثلا اقتدارگراها عصبانی بشن یا گشت ارشاد بیان، در حالی که شما همیشه در برهه حساس تاریخی هستین. برهه حساس که بماند، میگن گشت ارشاد میاد میگیره این دخترا رو. اینها رو من هم توی صفحه بارها اعلام میکنم و میگم که شما اگر دارید این عکس رو منتشر میکنید آگاهانه تصمیم بگیرید، و فیلم هایی هست که خودتون میتونید ببینید که گشت ارشاد پارسال هم قبل از اینکه این صفحه را بیفته چجوری برخورد کرده. مسی، من مطمئنم که غیر از عکسی که به صورت عمومی چاپ میشه تو این صفحه آزادی های یواشکی، تماس های دیگه هم باید میگیرن، احتمالاً درد دلی بکنن یا از اون. خیلی خیلی آرش، به هر حال من بخشی از دستنوشته ها رو که میبینی به همراه عکساشون منتشر میکنم، ولی خیلی هاشون هستن که اصلا مطلب میفرستن بدون عکس، فقط میگن میخواستیم درد دل بکنیم که چه فشارهایی در واقع حجاب اجباری تو زندگیشون بهشون وارد کرده. یکی از این صداها رو با هم گوش کنیم. مهمترین دلیل من این بوده که من از وقتی که رفتم مدرسه تا وقتی که از ایران خارج شدم، یعنی یه چیزی حدود 25 سال، من هر روز حداقل روزی 8 ساعت
مقنعه‌ای به سر داشتم و مانتوی پوشیده بودم. هیچ وقت نه علاقه بهش داشتم نه اینکه انتخاب من بوده. همیشه مدلشو کس دیگه انتخاب کرده و همیشه زورم دستش بوده. و یه چیزم دوست دارم الان اضافه کنم، چون که خیلی توی کامنت ها خوندم که مشکل ما مگه فقط حجابه. خواستم بگم بله بله، مشکل ما حجاب هم هست. اتفاقا خیلی هم مشکل بزرگیه. مرسی علی نژاد از لندن. تا بعد. حکم حکومتی، این عکسه آقای دوربینی و بسیجی قنچه دهان رو در مراسم تشییع جنازه بزرگان کشور ملاحظه کنید. از اون اول انقلاب ماشاءالله حضور دشمن شکن داشتن. حکم حکومتی، بیمه ایران باید بیمه محافظت از جنازه بزرگان درست کنه. یعنی مردم بتونن ماهیانه پولی بدن که در عوض وقتی فوت کردن بیمه ضمانت بده از حضور چنین اشخاصی در مراسم تشییع جنازه جلوگیری کنه. بابا اون مرحوم رو ول کنید. حکم حکومتی، این فیلمو ببینید. این تبریک رو به رهبر عظیم الشأن کشورم تقدیم میکنم و میگم آقا جان این عید بر شما مبارک، روزتون مبارک، سایتون انشالله مستدام باشه. ایشون خانم الهام چرخنده که استاد چرخش قهرمانانه هستند هستند. ما دو هفته پیش هم در مورد ایشون یه حکم دادیم بس که فایده نداشت. یعنی که گفتیم از آقای خاتمی کمک بخوایم. حکم حکومتی رو آقای احمد خاتمی صادر میکنه. اشوه‌گرانه و با آداب و اطوار صحبت کردن زمینه گناه رو فراهم میکنه. این خانم چرخنده خیلی پتانسیل داره. البته بعضی دوستان شاید یه مقداری از پتانسیل های ایشون رو از اون موقعی که در یک شبکه ماهواره‌ای کار میکردن یادشون باشه. اون موقع خیلی به آقا جانم چیزی تقدیم نمیکردن و اینقدر زوب در نبودن. اون موقع دستن در کار اولین مسابقه موسیقی بودن که در یک شبکه ماهواره‌ای برگزار میشد و گفته میشه که در جمع همکارانشون هم گفته بودن من اومدم اینجا تا براندازی کنم. به هر حال میشه توجه رو جلب کرد و با دروغ یه شخصیت دیگه ای از خود ساخت. شاید یه عده‌ام باور کنن، شاید خیلی ها باور کنن، ولی آدم خودش همیشه میدونه که ته قلبش چی میذاره. فکر کنم اون بدترین عذاب معروفیت با محبوبیت فرق داره. حکم حکومتی، بحران بی آبی فقط مختص دریاچه ارومیه و کارون و زاینده ورود و پریشان و اینا نیست. آقا بحران بی آبی، اول اینو ببینیم. آمین واقعا خدا شاهده ماشین آتیش گرفته، ماشین آتیش نشونی اومده آب نداره، آب نداره، ماشین آتش نشونی آب نداره. به چه درد میخوره؟ خب نمکی میفرستادید، ماشین وانت نمکی میفرستادید، ماشین جمع‌آوری زباله میفرستادید بجاش. میاد حداقل خاکسترهای ماشین رو جمع کنه. حکم حکومتی، ماشین آتش نشانی بدون آب واقعا مثل شترمرغ بدون مرغ یا مثل انگور بدون گوره. حکم حکومتی هفته. هفته پیش ما در مورد تأثیر اقتصاد مقاومتی بر روی پیراهن تیم ملی توضیحاتی دادیم و گفتیم رئیس فدراسیون فوتبال اقتصاد مقاومتی رو از روی پیراهن تیم ملی شروع کرده و قصد صرفه‌جویی داره. داستان پورشه آقازاده و اینا هم تعریف کردیم. این هفته هم خونه 16 میلیارد تومانی سفیر ایران در نروژ که خانم افرام به درستی گفتم باید خانه سفیر در شأن نام ایران باشه، لباس تیم ملی، ولی مثل اینکه ربطی به شأن ایران نداره. همه ماجرا رو بذاریم کنار، این هفته داستان این هفته جالب‌تر میشه. از یک طرف بازیکن‌ها مصاحبه می‌کنن که این لباس‌ها مشکل داره، جنس لباس‌های پلاستیک هم میشه. از اون طرف آقای کفاشیان میگه جنس لباس‌های تیم ملی با آرژانتین فرق نداره. از اون طرف وزیر محترم ورزش در مورد این مشکل میفرمان مشکل به این نحوی که مطرح شده نیست و لباس‌ها کیفیتشون ضعیف نیست، کما اینکه فدراسیون هم تایید کرده که کیفیتشون کیفیت مناسبی. چه کشکی، چه پشمی، لباسو خیلی هم خوبه، جنسش هم عالیه، رئیس فدراسیون هم تایید کرده، وزیر ورزش هم میگه کیفیتش کیفیت مناسبی.
از اون طرف خانم ملانی شتاین هیلبر سخنگوی آلشپورت تولید کننده لباس تیم ملی در آلمان بعد از بازدید از اردوی تیم ملی و بررسی لباس تیم ملی به گزارشگر بی بی سی میگه در اردو بازیکن‌ها به ما لباس‌هایشان را نشان دادن که متوجه شدیم اونها قلابی هستن روش نوشته شده بود آلشپورت ولی مال ما نیست کیفیتش هم خوب نیست کارت قرمز به خانم ملانی شتاین هیلبر مدیر تبلیغات آلشپورت اسپانسر لباس‌های تیم ملی به خاطر این حرف وقتی وزیر ورزش میگه لباس‌ها کیفیتشون ضعیف نیست کما اینکه فدراسیون هم تایید کرده که کیفیتشون کیفیت مناسبی شما نمیگی کیفیتش هم خوب نیست وزیر ورزش وقتی از جنس تقلبی خوشش میاد شما که خانم هم هستی نباید بگید دوستان این برنامه مقدار زیادی از مطالبش از خود شما میگیره شبکه‌های اجتماعی فیسبوک توییتر اینستاگرام اینا کانال‌های ارتباطی ما با شماست که بازه ما همه ایمیلاتونو همه کامنتاتونو تک تک توییتاتونو هشتگ و همه رو ما میریم میخونیم و از شما ایده میگیریم از شما انرژی میگیریم میخوایم با شما چت کنیم توی برنامه شما بیاین شرکت کنیم و خیلی کارهای دیگه من آرش صبحانی به همراه سامان اربابی تهیه کننده برنامه و دیگر بچه‌های تیم آنتن تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم شب بخیر سره و بچه نیست این بره یا اون بره امشب چه دیر میگذره مثل دفعه قبل تا خود سحر یه بطری رو خالی کن تا اون برگرده آورا بیا همه چیز رو ببر از یاد یه بطری دیگه تا اون برگرده آورا بیا همه چیز رو ببر از یاد یه بطری دیگه شاید برگرده آره آره بابا ساعت میزنه این وره یا اون وره امشب چه دیر میگذره من که میگم ولش کن فراموش کن رهاش کن یکی جاشو میگیره یا بر میگره آوردا بیا همه چیزو ببر از یاد یه بطری دیگه تا اون برگرده آوردا بیا همه چیز رفته به باد یه بطری دیگه شاید برگرده آره آره بابا میگم فدای سرت یه شب میگذره چی بهت میگی خالیه روحیت ولی عالیه حرف حاجی تو گوش کن اون بر میگره آورده بیا همه چیزو ببر از یاد یه بطری دیگه شاید برگرده آورده بیا همه چیزو رفته ببر